سلام، با خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. فتح بلندترین قله های افغانستان توسط دختران افغان. شناسایی 82 واقعی مثبت تب کنگو در کشور در سال جاری. ثبت 48 بیمار کووید 19 در یک شبانه روز گذشته در کشور. و مخالفت حکومت فرانسه با رهایی زندانیان خطرناک طالبان. مشروحی اخبار. جوانترین دختر کوهنورد افغان به همراهی 8 کوهنورد دیگر کشور، 9 شاخه بلندترین قله هندوکش را فتح کردند. در این تیم فاطمه سلطانی 18 ساله به عنوان جوانترین دختر کوهنورد افغان شناخته شده که بر فراز بلندترین قله افغانستان صعود کرده است. علی اکبر سخی، سرپرست این گروه کوهنوردان، به رسانه‌ها گفته است که این تیم کوهنوردی شامل 3 دختر و 6 پسر از ولایت‌های کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردک، غزنی و هرات بودند که 18 جولای 2020 کابل را به هدف قله نوشاخ ترک کردند. با گفته او 4 روز بعد از ترک کابل، آنان از روستای قازیده ولسوالی واخان به طرف دره نوشاخ قدم زدن را آغاز کردند و بعد از 3 هفته کوهنوردی در مسیر قله بر فراز قله نوشاخ به بلندی 7492 متر صعود کردند. آقای سخی میگویند که این قله در سال 2009 توسط ملنگ دریا و عمرالدین سنجر به همکاری کوهنوردان فرانسوی نیز فتح شده بودند. با گفته او کوهنوردان کنونی با استفاده از امکانات شخصی خود این قله را فتح و به جهانیان نشان دادند که افغان ها نیز ظرفیت فوق العاده ای در راه اندازی چنین برنامه های بزرگ کوهنوردی را دارند. نوشاخ در شمال غربی ولایت بدخشان و در مرز با پاکستان موقعیت دارد. دامنه شمال و غربی آن در خاک افغانستان و دامنه جنوبی و شرقی آن در خاک پاکستان امتداد یافته است. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان سال جاری 82 واقعی مثبت تب کنگو در کشور ثبت شده است. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت، روز یکشنبه 26 اسد در یک نشست خبری گفت که در سال جاری 82 واقعی مثبت تب کنگو در کشور ثبت شده که از این میان 20 مورد آن پس از عید قربان به ثبت رسیده است. او افزود که از میان این 82 نفر 5 نفر جان باختند و متوقعی بهبود یافتند. به گفته آقای سمسور، در سال گذشته 315 واقعی مثبت تب کنگو در کشور ثبت شده بود که از این میان 42 نفر جان باخته بودند. سخنگوی وزارت صحت علاوه کرد که دلیل کاهش در ثبت واقعات تب کنگو رعایت دستورات صحی از مردم بوده است. بیماری تب کنگو یک بیماری ویروسی و کشنده است که به طور مستقیم از طریق گزیدن کنه و یا تماس با خون افراز و گوشت حیوانات آلوده به انسان سرایت می کند. این ویروس بیشتر در روزهای عید قربان به دلیل بی‌احتیاطی در ذبح حیوانات در میان شهروندان شیوع می کند. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته از 468 فرد مشکوک به بیماری کووید 19 آزمایش گرفته شد که 48 تن آنان مثبت شناسایی شدند. این وزارت روز یکشنبه 26 اسد با نشر گزارش روزانه مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 نوشته است که تاکنون مجموع مبتلایان به 37599 تن رسیده است. وزارت صحت عامه اما میگوید که از زمان شیوع تاکنون 27223 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور بهبود یافتند. و نقل از گزارش وزارت صحت عامه، 5 بیمار کووید 19 جان باخته که مجموع جان باختگان این بیماری به 1375 تن در سراسر کشور رسیده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه، با 512 مورد منجر به مرگ و 14806 مبتلا در صدر فهرست قرار دارد. به این ترتیب شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 21,400,000 تن گذشته است. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس هم حالا بیش از 770,000 تن شده است.
و خبر اخیر این که فرانسه از حکومت افغانستان خواسته است تا چندین جنگجوی طالب در کشتن اساکیر آن کشور دست داشته اند و شامل لیست طالبان هستند آزاد نکند. به نقل از آژانس خبررسانی فرانسه، پاریس از مقامات کشورمان خواست در چوکات آزادی 400 زندانی گروه طالبان برخی از افراد را که فرانسه آنها را تروریست تلقی می کند آزاد نکنند. بر این اساس وزارت امور خارجه فرانسه با نشر اعلامیه اعلام کرد فرانسه نگران است در بین زندانیانی که آزاد می شوند برخی از تروریست هایی که جرم آنها قتل باشندگان فرانسوی در افغانستان است نیز حضور داشته باشند. مقامات کشورمان تاکنون در واکنش به این درخواست فرانسه چیزی نگفته است. در داخل کشور نیز برخی ها مخالف رهایی شماری از زندانیان طالبان هستند. مطابق فیصله لوی‌جرگه تمامی 400 زندانی خطرناک طالبان رها می شوند و طالبان نیز بر رهایی آنها تاکید دارند. تاکنون از 400 نفر 80 زندانی رها شدند. رهایی این افراد آخرین مانع در برابر مذاکرات صلح دانسته می شود که لوی‌جرگه با رهایی آنها موافقت کرد. قرار بود مذاکرات بین الافغانی در قطر آغاز شود اما به نظر می رسد به دلیل تأخیر در روند رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان به تعویق افتاده است. تشکر و سپاس. حالا رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تلویزیون بامیان برای ساخت مستندها و برنامه‌های حرفه‌ای از مناطق دوردست هزارستان و افغانستان نیاز به حمایت مالی شما هموطنان عزیز دارد. برنامه‌های مورد حمایت سفرنامه هزارستان. امروز آمدیم به دره ترکمن. هر نقطه هزارجاد یا هر قریه هزارجاد که بیاییم قصه های ناگفته زیاد داره. برگزاری دوره چهارم فیلمسازی، کارگردانی و بازیگری و همچنین تمام چیزایی که در یک فیلم ضروری و اساسی بود ما آموختیم. پارسال در دوره اولم اشتراک کرده بودم که هدف ما این است که در بامیان فیلم آمده میخواییم یک دایرکتر خوب و موفق شویم در افغانستان. امسال 50 نفر برای لایک فیلم های مستند و داستانی رو میسازه. در کنار از اینکه فیلم سازی رو آموزش میبینه و کارگردانی و عکاسی و ایده دیناره و فیلم های از اینا در فستیوال بامیان نمایش داده میشه. واقعیت های است در این جامعه که ما میتونیم به شکل فیلم خیلی زیادتر را بروز بدیم و بیننده های خیلی زیادی را در سرتاسر جهان داشته باشیم، مخصوصا چیزهای تاریخی یا مثلا قصه های که افسانه هایی که است اگر بخوایم را در قالب فیلم تهیه کنیم به نظر از من خیلی ماندگار میشه و اما هویت خود را میتونیم از طریق فیلم زنده نگه داریم. اکادمی فیلم و تلویزیون بامیان با برگزاری دوره‌های آموزش فیلمسازی، تولید برنامه‌های متنوع، فیلم‌های مستند و داستانی در 3 سال گذشته سعی کرده تا با انعکاس زندگی مردم و معرفی فرهنگ و تاریخ صدای برای شما باشد. برای حمایت مالی از برنامه‌های اکادمی و تلویزیون بامیان با کمپاین آنلاین و یا وبسایت ما مراجعه نمایید. مژده، مژده، مژده. انرژی خورشیدی طلوع هر نوع سیستم برق سولاری را در تمام نقاط افغانستان با بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت از قبیل سولار، بایلر، بیتری، آب‌بازک، انوایت و سیستم‌های مکمل برق آفتابی را نصب و به فروش می‌رساند. شماره‌های تلفن و واتساپ مثبت 93-789-20-30-70 و مثبت 93-777-30-53-80.